یار قدیم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، بسیار خوش اومدید به یکی دیگه از قسمت‌های برنامه یار قدیم. من رامان شکیب هستم و امروز هم با شما تا در مورد یکی دیگه از کسانی که در راه ساخت ایران گام برداشتن و تلاش کردن صحبت بکنیم. در تمام این قسمت‌ها کسانی رو که معرفی کردیم، میشه گفت تقریبا همه‌شون اونجوری که الان تا ذهنم هست، اینها کسانی بودند که در کار خودشون اولین بودن و در واقع یک مجموعه، یک فرهنگ یا یک روش سلوک رو در حالا علم، در اون زمینه که خودشون تخصص داشتن، تأسیس کردن. امروز هم در مورد یکی دیگه از همین افراد صحبت خواهیم کرد که پایه‌گذار یکی از مهمترین علوم در ایران هست. ایشون خانمی هستند که چه بخوایم چه نخوایم، در سالهای اخیر در تاریخ ما نامشون نوشته شده. ایشون کسی هستند که به نوعی پایه‌گذار علم هواشناسی در ایران هستند، ولی چون به دیانت بهایی اعتقاد داشتند، به طرز عجیبی تمام علمشون نادیده گرفته شد و فقط اعتقادشون دیده شد و به خاطر همون اعتقاد، چون عده‌ای که قدرت رو در دست داشتند و دارند مخالف اون اعتقاد بودن، ایشون رو از بین ما بردند. من دارم در مورد کسی صحبت میکنم که در خانواده بزرگ شده که خانواده او هم، یعنی پدرش، جز اولین هاست. ما راجع به پدر ایشون صحبت کردیم در این برنامه، جناب عباس نعمت. اگر گوش ندادید اون قسمت رو، برگردید و این قسمت رو گوش بدید، چون به نظرم خانواده بسیار مهمی هستند، خانواده نعمت. امروز ما در مورد دختر جناب عباس نعمت، یعنی خانم ژینوس نعمت، صحبت خواهیم کرد. پس با من همراه باشید. اگر یادتون باشه، من در قسمت‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف مدام اسم خانم ژینوس نعمت رو آوردم و مدام گفتم که ما در جلسه‌ای راجع به ایشون صحبت خواهیم کرد. بالاخره اون روز رسید و قراره که امروز بسیار مختصر در مورد زندگی پربار ایشون صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد داستان زندگی ایشون بشم و راجع به خدماتی که ایشون کردن صحبت بکنم، باید توجه شما رو جلب بکنم که خانواده ایشون از خانواده‌های جریان سازن در جهت پیشرفت ایران. پدرشون یادتونه گفتم که بنیانگذار گراورسازی در ایران بودن، تهران مصور رو تأسیس کردن، در حیطه چاپ خدمات بسیاری کردن در ایران، در حیطه روزنامه‌نگاری همینطور، اختراعات مختلف در حیطه چاپ داشتند. ولی خب اسمشون اونجور که باید شاید در تاریخ ما نیست. فکر میکنم نیازمند بازنگری هستیم در شیوه تاریخ نگاریمون، مخصوصا در حیطه چاپ. مادر ایشون خانم کمالی اجزاچی معلم مدرسه تربیت دختران هستند. راجب مدرسه تربیت دختران خیلی مختصر تو قسمت‌های مختلف صحبت کردیم. من خیلی دوست داشتم راجب این مدرسه صحبت کنم در یکی از این بخش‌ها، شاید موفق بشیم در مورد تأثیر بهائیان در آموزش و پرورش در ایران هم قسمت‌های صحبت بکنیم. اما اگر نشود، شاید یک برنامه جدا ساخته بشه در مورد مدرسه تربیت و تأثیر بهائیان در آموزش و پرورش، هرچند که برنامه‌هایی هم ساخته شده، ولی اون به قدری عمیقه که نیازمند یک مبحث جداست. حتی فرزندان خانم ژینوس نعمت هم از کسانی هستند که در زمینه خودشون بسیار متخصص و سرآمد هستند. یعنی فکر میکنم ما باید این خانواده رو خیلی بهتر بشناسیم و با خدماتشون خیلی بهتر آشنا بشیم و با اون نگرشی که در این خانواده جاری و ساری بوده بیشتر آشنا بشیم. خب بریم سراغ زندگی خانم محمودی. ایشون در سال 1308 در تهران به دنیا اومدن. همونطور که گفتم، پدرشون جناب عباس نعمت و مادرشون خانم کمالی اجزاچی هستند. ایشون بعد از اینکه دوران دبیرستان رو به پایان رسوندن، در دانشکده علوم دانشگاه تهران به تحصیل در رشته فیزیک در مقطع کارشناسی پرداختن. ایشون اولین خانومی هستند که اون زمان از دانشکده فیزیک فارغ التحصیل میشن. این یکی از اون اولین هاست در زندگی ایشون و در خانواده ایشون. در همون دوران تحصیلشون با جناب هوشنگ محمودی آشنا میشن و با ایشون ازدواج میکنن. جناب هوشنگ محمودی هم مانند همسرشون باز یکی از همون جریان سازها هستن. ایشون فیلم سازن و اولین گوینده برنامه‌های کودک در رادیو تلویزیون ایران هستن. ایشون متاسفانه در مرداد ماه سال 1359 ناپدید شدن. بازگردیم به زندگی سرکار خانم ژینوس نعمت. ایشون بعد از ازدواج تحصیل خودشون رو رها نکردن. ضمن اینکه وظایف مادری خودشون رو انجام میدادن، بعد از اینکه دوره‌ای در علم هواشناسی دیدن، موفق به اخذ کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران با تخصص در هواشناسی و علوم جوی شدن.
باز هم یکی از همون اولین ها، یکی از همون اولین ها. ما در ایران معاصر خیلی از یک قضیه رنج میبریم که البته ریشه تاریخی داره، رفتار جامعه مرد سالار با زنان. این قضیه فقط مخصوص سالهای اخیر در زندگی ما نیست، بلکه قبل از انقلاب همین قضیه متاسفانه وجود داشته. بریم یک خاطره خیلی کوچیک از دختر خانم جینوس نعمت، یعنی خانم منا محمودی، با هم بشنویم. این خاطره مربوط میشه به زمانی که خانم جینوس نعمت محمودی میخواستن تحصیل خودشون رو در رشته هواشناسی و علوم جوی آغاز بکنن. قبل از اینکه خاطره رو بشنوید من بگم این دختر خانم جینوس محمودی، یعنی خانم منا محمودی، ایشون خودشون مدیر امنیت اطلاعات هستن، ایشون مشاور امنیت سایبری هستن و استاد ریاضیات. باز برمیگردم به اهمیت این خانواده و اهمیت علم و دانش آموختن در خانواده نعمت و خانواده محمودی. بریم خاطره رو بشنویم و بیایم. خب مادر به خاطر اینکه از نظر اینکه جامعه ایران مبارزه میکرد که حتی مثلا مادر من اجازه نداشتش که برای دانشگاه تهران بشه، نفر اول بودش و وقتی که خواستم برای دوره هواشناسی توی مجله آگهی داده بودن، وقتی مادر من سراغشون میره و میخواد بگه من میخوام ثبت نام بکنم، گفتن که بالا شما خانم هستیم نمیتونیم. و بعد مادرم گفتش که من بهشون گفتم، اتفاقا تو دفعه خاطرهشون نوشته بودن که وقتی شما این آگهی رو دادین هیچ موقع نگفتین که زنا، یعنی خانم ها نمیتونن بیان و برای این کار ثبت نام بکنن. و اون کسی که در صدر این کار بود بسیار انسان خوبی بود و به مادرم گفتش که شما راست میگین و شما میتونید نام نویسی کنید. نشون به همون نشون که البته مادر من با درجه اول از همه آقایونه که اونجا بودن، درجه اول یعنی شاگرد اولش با رتبه اول فارغ التحصیل شده و بعدش هم دیگه به کارهای دیگه زیاد رسیدن. خب قبل از اینکه سازمان هواشناسی در ایران تشکیل بشه، خانم جینوس نعمت سرپرست تحقیق و تعلیم علوم جوی هواشناسی بودن. در واقع خانم محمودی کار خودشون رو به عنوان اولین زن هواشناس ایرانی، باز یکی از اون اولین ها، اولین زن هواشناس ایرانی، با سمت پیشبین ارشد آغاز کردن و همزمان هم به عنوان اولین رئیس مدرسه هواشناسی کار خودشون ادامه دادن. باز یکی از همون اولین ها در حیطه هواشناسی. خانم منا محمودی در خاطرات خودشون میگن که اداره هواشناسی در اون زمان یک اداره خیلی کوچیکی بوده با 2 یا 3 اتاق در فرودگاه مهرآباد، اما بعد از 15 سال و با تلاش‌های خانم جینوس نعمت محمودی این اداره کوچک تبدیل میشه به یک اداره بسیار بزرگ و مجهز. من خیلی سریع از خدماتی که سرکار خانم جینوس نعمت محمودی در ایران انجام دادن برای شما بگم. بیشتر از اینها هست، من فقط اون اصلی‌ها و اون مهمترها رو میگم. یکی از مهمترین خدمات ایشون تهیه اطلس اقلیمی ایرانه که خانم نعمت رئیس این پروژه بودن. در مقدمه یادتونه گفتم گروهی هستن که تلاش میکنن نام این افراد حذف بشه از تاریخ، همینجا هست. با اینکه ایشون رئیس این پروژه بودن و اصلا اطلس اقلیمی ایران رو ایشون تهیه کردند، در همین زمانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم اسمشون رو از تاریخچه این پروژه عظیم حذف کردن. شما نمیتونید پیدا بکنید که چه کسی این پروژه رو آغاز کرده. علاوه بر این کار خانم جینوس نعمت از اولین کسانی بودند که برای مبارزه با آلودگی هوا در ایران شروع به کار تحقیق کردند. برای اینکه علوم بیشتری کسب کنند و برای اینکه ارتباط بیشتری کسب کنند با نزدیک به 20 دانشگاه در سراسر جهان مرتبط بودند، به این دانشگاه سفر می‌کردند، باهاشون صحبت می‌کردند و با پروژه‌های جدیدشون در مورد مبارزه با آلودگی هوا آشنا می‌شدند و تلاش می‌کردند که اونها رو در ایران پیاده بکنند. ما داریم در مورد قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم. ما داریم در مورد دهه‌های 40 50 صحبت می‌کنیم که مشکل آلودگی هوا انقدر در ایران زیاد نبوده، به شدتی که الان هست. ولی همین الان ببینید که چقدر جای همچین کسی در ایران، چقدر جای تجربیات همچین کسی در ایران خالیه. یعنی در این زمان که متاسفانه اکثر شهرهای ایران با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنن. از کارهای دیگه‌ای که خانم جینوس نعمت محمودی برای اولین بار در ایران انجام دادن این بوده که برای اولین بار در ایران به تحقیق و پژوهش در استفاده از اشعه آفتاب برای مصارف حرارتی پرداختن و حتی مقدمات بهره برداری از اون رو هم فراهم کردن. این کار بسیار بسیار جدیدیه
در زمانی که ایشون تازه این کار رو آغاز کردن. حتی در اون زمان در کمتر کشور پیشرفته جهان راجع به این قضیه فکر می‌کردن، ولی جنوس خانم نعمت در ایران تحقیق برای این کار رو آغاز کردن. در مصاحبه‌ها و در تاریخ معاصر ما هست که بسیاری در اون زمان این کار رو مسخره می‌کردن و بسیاری با تمسخر در مورد این قضیه صحبت می‌کردن، چیزی که همین الان هم دنیا بهش نیاز داره و هم علمی است که راهگشای بسیاری از مشکلاتیه که محیط زیست ایران و محیط زیست جهان باهاش روبروست. در کنار تمام این خدمات، سرکار خانم نعمت از بنیانگذاران مدرسه عالی هواشناسی در ایران بودند و همینطور در دانشگاه تهران فیزیک و هواشناسی تدریس می‌کردند. باز در کنار اینها ایشون سردبیر نشریه هواشناسی هم بودند. خب به علت تمام این شایستگی‌هایی که ایشون از خودشون نشون دادن، ایشون نمایندگی ایران رو در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی به عهده داشتن و در همین نزدیکی‌های انقلاب هم برای مدتی کوتاه سرپرست سازمان هواشناسی کشور بودن. اما تمام اینها رو گفتم و هممون می‌دونیم که هر کسی در این حیطه‌ها داره کار می‌کنه، مدت زیادی رو وقت گذاشته که در این هر کدوم از این حیطه‌ها متخصص بشه و این جریان‌های جدید رو بسازه، یعنی تحقیق کرده، مطالعه کرده، یعنی خود اون هم زمان زیادی گذاشته شده واسش. اما باز در کنار همه اینها و در کنار اینکه ایشون سه فرزند داشتن و در کنار اینکه خانواده‌ای داشتن که باید مدیریتش می‌کردن به همراه همسرشون، ایشون در کارهای اجتماعی هم بسیار فعال بودن. ایشون مسافرت‌های بسیاری به نقاط مختلف ایران انجام می‌دادند، پیگیر حقوق برابر برای زنان ایرانی بودند. ایشون عضو انجمن زنان تحصیل کرده در امور صلح بودند و همینطور رئیس انجمن صلح دیهیم بودند و در کنار اینها ریاست هیئت مدیره جمعیت زنان وزارت راه و هواشناسی رو هم به عهده داشتند. شاید همین‌ها باعث شد که بعد از انقلاب، در همون اوایل انقلاب، وقتی ایشون رو از اداره خودشون می‌خواستن اخراج بکنن به خاطر مذهبشون و به خاطر عقایدشون، یکی از ایرادهایی که به ایشون می‌گرفتن بحث این بود که چرا درباره حقوق زنان تلاش می‌کنه و اون رو مخالف با مفهوم حجاب می‌دونستن. اما انقلاب اسلامی میرسه و ایران دگرگون میشه. ژینوس نعمت محمودی و هوشنگ محمودی قبل از انقلاب فرزندان خودشون رو برای تحصیل به خارج از کشور فرستاده بودن، اما بعد از سال 57 در واقع مدارج علمی هوشنگ محمودی و ژینوس نعمت محمودی کلن برای حکومت بی ارزش شناخته میشه و فقط مذهبشون مهم جلوه میکنه و به علت همین عقیدهشون کارشون رو از دست میدن، حقوق بازنشستگیشون رو از دست میدن. در مرداد ماه 1359 جناب هوشنگ محمودی ناپدید میشن، جانشون رو از دست میدن و حول و حوش یک سال و نیم بعد خانم ژینوس نعمت محمودی بازداشت میشن. در ایران در برنامه‌های قبلم راجبش صحبت کردم، محافل ملی روحانی وجود داشت، یعنی جمع‌های 9 نفری که بهائیان در اونها به رتق و فتق امور اداری جامعه بهائی می‌پرداختن، چه در محل‌ها و چه در کشور ایران به طور کلی. جناب هوشنگ محمودی جز محفل ملی روحانی بودن، اولین محفلی که بعد از انقلاب ایران هر 9 تاشون به اضافه 2 نفر دیگه بازداشت میشن، همشون ناپدید میشن و در واقع اعدام میشن. بعد بهائیان در سراسر ایران 9 نفر دیگر رو انتخاب کردند و خانم ژینوس نعمت محمودی جز این محفل دوم بود. در 23 آذر 1360 وقتی جلسه ای داشتن، ماموران حمله میکنن و 8 نفر از اعضای محفل رو بازداشت میکنن. حالا من خیلی مختصر فقط بگم اون افراد دیگه کی بودن و تخصصشون چی بوده. مثلا جناب کامران صمیمی، ایشون مترجم و استاد زبان انگلیسی بودن. مثلا جناب دکتر سیروس روشنی که پزشک و شاعر بودن. مثلا جناب دکتر محمود مجذوب که دکترای حقوق داشتن. مثلا جناب عزت الله فروهی که متخصص بیهوشی بودن، یا جناب قدرت الله روحانی که وکیل بودن. هر کدوم در حیطه خودشون از متخصصان این مرزبون بودن که اونها بازداشت میشن و بعد از 2 هفته بدون اینکه خبری به خانواده ها بدن، همگی اونها متاسفانه اعدام میشن و باز بدون هماهنگی با خانواده ها اونها رو به خاک میسپارن. در سالهای اخیر فیلم دادگاه محفل دوم بیرون آمد که در اون دادگاه چه گذشته. شما 7 نفر آقایون رو میبینید ولی متاسفانه تصویری از خانم ژینوس محمودی در اونجا نیست. حالا یا در اون اتاق بودند و ازشون فیلمی گرفته نشده یا به صورت جداگانه محاکمه شدن، نمیدانیم. اما شما اون فیلم رو میتونید ببینید و اصلا شیوه دادرسی رو هم میتونید مشاهده بکنید و در واقع خودتون قضاوت کنید که در اون دادگاه چه اتفاقی افتاده. همونطور که گفتم هیچ اطلاع و سندی از دادگاه، دفاعیات یا حکم صادره برای ژینوس نعمت محمودی نداریم. فقط یک سند رسمی از دادستانی کل انقلاب
اسلامی مرکز وجود داره که در تاریخ 6 دی ماه 1360 منتشر شده که طبق اون سرکار خانم نعمت محمودی و 7 نفر دیگر از اعضای محفل ملی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شدند و به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شدند. همونطور که گفتم بدون اینکه به خانواده خبر بدن اونها رو در جایی در آرامستان خاوران به خاک میسپارن و به صورت غیر رسمی یکی از مسئولان زندان آدرس محل خاکسپاری اونها رو به خانواده‌شون میده. خب صحبت در مورد سرکار خانم ژینوس نعمت در مورد این خانواده خیلی بیشتر از این هاست، ولی متاسفانه برنامه ما رو به پایانه. بسیار ممنونم از شما عزیزان که در این هفته با من رامان شکیب همراه بودید. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.